گرفتی. وایستا وایستا میخوام پیادشم. وایستا اینجا وایستا. میمو کو میمو بفرستم اما تو بودو 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 الان میاد دادت میگیره. از این آقا فکر میکنم که توی این آب و هوا چجور میشد آدم سینگل باشه، از این آب و هوا لذت ببره؟ یعنی چطور میشدش که آدم واقعا منم خیلی دوست دارم تجربه کنم سینگل بودن توی این آب و هوا. تو؟ آره من. تو دوست داری سینگل باشی توی این آب و هوا؟ الان خودت گفتی دوست داری. گفتم من داشتم فکر میکردم که اگر بخوام تنها باشم توی این آب و هوا چطور میشود؟ چطور میشود؟ منم دوست دارم بدونم اگه تنها باشم چطور میشود. تو برای چی من همچین چیزی رو بخوای فکر کنی؟ تو برای چی برای همچین چیزی رو فکر کنی؟ من اجازه دارم. منم اجازه دارم. میخوای دعوا درست کنی؟ آوردی شروع کردی. این چه چیزیه واسه اول ویدیو تو همیشه میذاری دعوا درست میکنی؟ من هیچ موقع این کار رو نمی کنم. تو از بس انقدر اخلاقت بده. من اخلاقم همیشه توی ویدیو من اول دعوا باشه. کل دخترهای دنیا آرزو دارن یه دوست پسری مثل من داشته باشن. کی حرفا به تو گفته؟ همه کی؟ دایرکت های اینستاگرام هم همه میگن خوش به حال آیسان همچین دوست پسری داره. دایرکت های اینستاگرام اگه دایرکت اینستاگرام خیلی خوبم برو تمون دایرکت های اینستاگرامت باش. تو بالا من نیا. خواهی بری سینگل باشی؟ آره منم خواهم منم سینگل باشی. یا تو میری سینگل میشی منم سینگل میشم. آها. یا اینکه سینگل نمیشی و منم سینگل نمیشم. دهنی تو به من دنبالم نیا. ولش کنید مشتاده بیایید با هم دیگه بریم یه سر لب استخ شنا کنیم حالمون خوب بشه. کدوم رو بشینیم مشا؟ این ور یا اون ور؟ اون طرف یا این طرف؟ فکر کنم توی آب بریم بشینیم. برم اول یه دونه حوله بگیرم و بیام. تو چرا اومدی؟ من اومدم اینجا چیز کنم لب استخ. تو حوله هم برداشتی؟ از کجا میدونستی من حوله میخوام؟ و دوم اینکه کی گفته این دو تا رو برات آوردم؟ یکیشو آوردم حوله کنم بذارم زیر سرم، یکیشم بندازم زیرم. بچه ها اینو نمید کتک زد؟ این خیلی پر رو شده. یکیش اینجوری میندازم اینجا. خب اینجوری عشان گلونگو باشه بتونم سرم رو بذارم و اینجوری چیل کنم اینجا. تو با اینجا چیل میکنی؟ آره من میرم اون ور میشینم. کدوم ور؟ میرم اون رو برود میشینم. بدبختی گیر کردیم بچه ها، این دو روزه ولمون نمی کنه، نفس راحت نمیتونم بکشم. ای خدایا خنک شدم بچه ها. واقعا من همیشه ما میایم تو این هتل، این یکی از هتل های سنتارا است توی تایلند و بهترین ویوهای هتل رو داره اینجا. بسن دلتون واسه من تنگ نشده بود خدایی؟ چی میگی تو اونجا واسه خودت؟ نگاه تو رو خواه این فوک دریایی اینجوری میکنه میاد جلو. بچه من تصمیم گرفتم که برم سینگل شم ولی ایشون نمیذاره، ولی خودش میگه من میخوام برم سینگل شم. من باید چیکار کنم این بسه؟ به کدوم ساز برقصم؟ تو خجالت نمیکشی؟ مزاحم حرف زدنم میشی؟ من مزاحم حرف زدن تو هم؟ آره. واقعا جدی داری میگی؟ ببین یه سوالی من اول ازت بپرسم. گوش کن، سوال من اینه، تو میخوای با من دوستی کنی یا دشمنی توی این سفر؟ من میخوام دوست باشم. تو خب چرا اول ویدیو بلند میشی میای میگی میخوام سینگل بشم؟ کرم داری؟ اگه کرم داری من بزرگترشو کلفترشو دارم. ببین ها. نمیشه آدم بلند فکر کنه. نه باید بلند فکر کنی. کنار دارم بلند فکر کنه. با خودت. خب بچه‌ها میخوام اینجا برم یه ذره من چیل کنم بغل این صندلیایی که دارید میبینی، یه ذره استراحت کنم. اینجا هم یه دونه بریکفاست این دی واتر یه نفر سفارش داده، بریکفاست این دی پول، علی ما نبود. من برم استراحت کنم، میسپارمتون دست آیسان و من دوباره برمیگردم. بچه‌ها مجداد خیلی صحبت میکنه. دوباره شروع نکن. تو موضوع دیگه نداری واسه حرف زدن؟ ببین جز من دوست صحبت کنم. اگه میخوای در مورد من صحبت کنی باید هزینه پرداخت کنی، باید 45% درآمد ویدیو تو از یوتیوب به من بدی. خب باشه یه ذره بیاد با هم شنا کنیم، اینقدر حرف نزنیم خسته شدم. کارمند اینجا برامون چی درست کرده؟ کلا و عینکامونو گذاشته و یه گلم گذاشته روی حوله ها، فیل درست کرده. چقدر قشنگ و کرییتیون. بعد نمیدونم چرا مجداد رفته با لباس زیر آب. گرمه.
گرمته؟ با لباس توی آبی؟ anyways ولی خیلی خوشگله اینی که درست کردن. سلام بچه، ما اومدیم توی یه دونه ویلای شخصی. مهرداد داره آب بازی میکنه. خیلی گرمه، اگه این کارو نکنم هلاک میشم. هوا 42 درجه است. راست میگه. همین الان آب شد توی این استخر بچه‌ها. او مای گاد، آب استخرم داغ شده حتی. واقعا خیلی داغه. نگاه کنید کجاییم. اینجوری پریدم تو. الان توش گرفتی. واو. خیلی باحال اینجا. بچه اینجا یه جزیره دور افتاده است. بذار قشنگ بهتون میگم. به اینجا میگن کولانتا. کولانتا جزیره‌های تایلنده که هنوز خیلی توریستی نیست و از خیلی سالهای پیش همه مردم میومدن اینجا قبل از اینکه ماریجوانا اینجا آزاد بشه. همه میومدن اینجا برای اینکه روی این جزیره فقط میتونستی ماریجوانا رو آزادانه بکشی، به خاطر اینکه این جزیره دست نخورده است. هنوز میشه گفتش که خیلی از پارتای این جزیره اون نیچرشو داره، اون واقعی بودنش هست، مثل جنگلاش، مثل دریاش دست نخورده است. در کل حتما بهتون ریکامند میکنم اومدین تایلند کولانتا بیاین، چون این کولانتا عالیه. خلاصه من اینجا وایستادم هلاک هلاک بهتون اینجا رو نشون بدم. قبل از که برم شنا کنم بریم ویلا رو ببینیم، چون با دو تا دوستامون اومدیم و یه سگ خیلی خوشگلم دارن. مهتادم دوباره شلنگ بازی شروع شده. گرمه. بریم ببینیم بیرون ویلا این شکلیه. اینجا جای نشسته. بچه یه ذره اینجا به هم ریخته است، ببخشید. ولی بریم با هم داخل رو نگاه کنیم. اینجا سالونشه، جای نشین من، جای کار، تلویزیون. میریم پایین، چراغا رو روشن کنیم. دو تا اتاق خواب داره. اینجا اتاق خواب ماه با همون دستشویی. اینم از توره این اتاق. بریم یه ذره تو آب شنا کنیم، بعدش بریم میوه بخوریم. میوه‌های تایلند واقعا خفنه. اگه نپری تو آب اینجا واقعا کباب میشه. دیشب آب جوش بود، الانم تقریبا گرمه. چقدر خوبه خدایی. اگه تو این هوای 45 درجه استخر آب نباشه و دریا نباشه میمیریم از گرما. واقعا میمیریم از گرما. خدایا شکر تو آب و دریا آب و دریا هست. آره. بچه های آیسن مثل ماهیه، یعنی هر جا که ولش کنی یه آب پیدا میکنه، دوب میپره توش. من میگم بریم با هم کارامون رو بکنیم، بریم بیرون این جزیره رو نشونتون بدم یه ذره، چون واقعا جزیره خیلی خفنیه. برو بریم. این جزیره خیلی باحاله بچه ها. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه کلن همه چیز دست نخورده است و الان میریم توی نیچر یه سری از جای این جزیره رو نشونتون میدیم. ببین چقدر طبیعتش هنوز دست نخورده است و پر از حیوانات وحشیه. خیلی بچه ها رسیدیم به یه قسمتی که اینجا تمام فقط خونه های تایلندی هاست. همینجوری که دارید ببینید اینجا واقعا جنگل واقعی ها، یعنی جاییه که خیلی کم دست خورده. توی تموم این کوهایی که دارید میبینید چه پای سرمونده، چه حالا جلومون رو نشونتون میدم، اینا واقعا جنگل واقعی و خیلی هم جالبه که آدم توی این جنگل همینجوری هست. با اینکه تو جاده اسفالتیم الان داریم میریم، ولی بازم ما رو عقرب و روتیل و همه چی میبینیم کف خیابون. حالا به شما هم نشون میدم. کاملا داخل نیچر، یعنی فارم لایف دارن. بوی خوبی میاد بچه اینجا، بوی گل خیلی باحالی میاد. مثل گل یاس ولی یه گل یاسی. مثل بوی گل یاسه ولی سنبله. اینجا پرو میمونه. نه خیلی نیستش، من میرم. خستم کردی، همش تون میری، همش دردم میگیری، همش این بالا پایین میکنی. آیسا مگه از اینجا را بیفتم برم میمونا میخورنه؟ حالا معلوم میشه. میمون بپرستم اما تو بودو الان میاد دادت میگیره. میمون بودو کجا؟
الان نشه تو موتور میدار بخوریم زمین نکن گز بده اینجا برو یه دقیقه نگو کن سرپایینی یه دقیقه خودت نگاه کن تو چطوری میخوایی سرپایینی سربالا یارو پیاده بیای بگردون موتور رسیدیم ویلا چقدر خنکه آه هلو اکسکت نشی آه جونه چطور شنگی جونه چیکی 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 آروم بشین بشین خب دیگه ما بریم وسیلمون رو جمع کنیم دخواهیم از اینجا بریم یه شهر اصلی از یک ساعت پیش تا الان چقدر سیاه‌تر شده آره واقعا آفتابش انقدر تند بود که او مای گاد من بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو لایک کنید این کانال آیسان سابسکرایب کنید اگه ندارید چون ویدیوهای بیشتر میاد به زودی خودم تو کانالم کار میکنم ولی الان فعلا مشغول تریدم روی متاست فعلا دارم روی متاست ترید میکنم اگه دوست دارید بیشتر ببینید تو اینترنت سرچ کنید مهرداد X2 PVI اون پیج تریدم فعلا خب ما رسیدیم توی این هتل بیاید وسیله ها رو با هم دیگه جا به جا کنیم گفتگویی نداری با بچه ها فعلا همه چیزی که میتونم بهتون بگم الان انقدر خستمه که حال حرف زدن ندارم خب باش بخواب تا بعد بریم بپریم توی این استخر پرایوت چقدر احتیاج داشتم بپرم توی این آب خنکه وای جونم حال اومد قشنگ اصلا نمیتونم بهتون بگم چقدر گرمم بود یعنی عصبانی بودم حالم بد بود توانش هیچی دیگر رو نداشتم خدای شکرت که آب هست استخر هست تو این کشورهای گرم اگه نبود نمیدونم چی کارا میکردیم بریم یه دور دیگه تو آب حالا میام دوباره از موقعی که ما اومدیم توی این هتل من از این استخر جم نخوردم و همینطوری فقط توی این آب یعنی میرم یه دقیقه داخل میام و ادامه شنا کردن و اینجا میرم حالا دم غروب رفت توی پایین و به تنکر من برای شنا از استخ که اومدم بیرون استخ اینجاست و اینجا یه دونه در داره و میای اول step 3 توی دوش بعد که اینجا دوش گرفتیم از اینجا کارت که تموم میشه راحت اینجوری در رو باز میکنی و کجا میتی هنون دشویی که به این بزرگی و خوشگلی و دیگه احتیاجی بری توی هوای سرد ایرکندشن که اینجا هست و یخ بزنی اوه اوه شبه خونکه اینجا که همومه تموم میشه راحت میپریم نیر خود تو خوش میکنه ما تو خوش میکنی بالی میپیچی میری توی اتاق من برم یه دوش بگیرم که قراره برم پایین عکاسی کنم من برم یه خانوم ریزی بکنم تا قسط رو بسی